به نظر شما آیا شادی و رقص کودکانه در مدارس که در همه جای دنیا امری معموله نیازمند برخورد و مجازاته؟ چرا در جمهوری اسلامی سوگواری بر شادمانی ارجحه؟ در روزهای اخیر انتشار کلیپ‌های ویدیویی از برخی از مدارس ایران که در اون دانش آموزا همراه با موسیقی مشغول شادی و رقص هستند با واکنش جدی و سخت مقامات رسمی جمهوری اسلامی مواجه شده. وزیر آموزش و پرورش یک گروه 3 نفره رو مسئول شناسایی مدارس مذکور و برخورد با مدیران و مسئولین مربوطه کرده. علی مطهری نایب رئیس مجلس هم خواستار مقابله جدی با این افراد شده. در برنامه امشب روی خط می‌خوایم از شما بپرسیم که آیا شادی و رقص کودکانه در مدارس که البته در همه جای دنیا امری طبیعی و معموله نیازمند برخورد و مجازاته، چرا در جمهوری اسلامی سوگواری بر شادمانی ارجحه؟ از طریق شماره تلفن همیشگی برنامه 202-205-2654 با ما تماس بگیرید. همینطور شما میتونید شماره تلفن خودتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما بفرستید. ما با شما تماس میگیریم. راه‌های دیگه هم همونطور که همیشه میگیم برای ارتباط با ما هست: اسکایپ، پیام‌های صوتی و تصویری و نوشتاری، فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و کانال تلگرام صدای آمریکا به نشونی @sendvoa هم در اختیار شماست. من شهرام بهرامی، موجی برنامه روی خط، با این موضوع در نیم ساعت آینده در خدمت شما خواهم بود. درود بر شما عزیزان بیننده. همین ابتدای برنامه بریم یه دونه از این ویدیوهایی رو که موجب ناراحتی وزیر آموزش پرورش شده و خواسته با مدیران و مسئولین مدرسه ها به شدت برخورد بشه و علی مطهری نماینده مجلس رو هم بسیار ناراحت کرده و بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی بهش واکنششون دادن، رو ببینیم و تماشا کنیم که چه اتفاقی افتاده که انقدر همه رو پریشان و ناراحت کرده. شادی تعدادی کودک رو میدیدید با آهنگ جنتلمن ساسی که خب در مدارس ایران رایج شده. بسیاری از بچه ها با این آهنگ میرقصن، خوشحالن، شادن، اما موجب ناراحتی و خشم بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی شده و ما در این برنامه میخوایم دنبال چرایی این موضوع باشیم. چرا در جامعه ایران و در جمهوری اسلامی شادی کردن ممنوعه اما سوگواری بسیار ترویج میشه و در واقع تشویق میشه؟ بریم سراغ اولین تلفن. آقای کامران عصاری روی خط هستند. درود بر شما آقای کامران، نظر شما رو راجع به موضوعات برنامه و سوالای برنامه میشنویم. سلام و درود خدمت آقای شهرام بهرامی عزیز و بزرگوار. متشکرم آقای شهرام. من اولا اینکه تشکر میکنم واسه این موضوعات که خیلی دقیق انتخاب میکنید. بعد میخواستم بگم حالا خارج از این همه حواشی و نمیدونم این اتفاقاتی که افتاده و این جنگ و جدالایی که توی مجلس و نمیدونم وزیر آموزش پرورش به وجود آورده، من میخوام اینو بپرسم آیا این آهنگی که واسه منی که الان 26 سالمه مناسبه واسه این که بچه 7-8 ساله به نظر شما مناسبه که بیاد این آهنگو تو مدرسه براش بذارن یا بیاد بگه آره بیا قرش بده سیکسی؟ اگه به بچه خودت خدا وکیلی اینو تو مدرسه میگفتن، خود شما واکنش نشون نمیدادی؟ میگفتی الان زود نیست واسه این که بچه من؟ نه، هیچ وقت این حرف رو نمیزدم و شما هم یاد بگیرید که هیچ وقت برای گوش دادن به موسیقی زود نیست، خیلی هم هر سنی هم باشه. نه ببینید دوست عزیزی، موسیقی تنها تفاوتش اینه که حالا
موسیقی در واقع دل مردمه، دل خیابونه، یعنی اصطلاحا هم قدیمش حساب کنیم کوچه بازاریه. بین مردم موسیقی فاخر محسوب نمیشه، قبول دارم، ولی موسیقی شادی رقصه. چه اشکال داره بچه‌ها بشنون؟ کجاش باعث انحراف میشه؟ مشکل داره. من حرف شما رو با بدیده مننت قبول میکنم، حرف شما درست، چون استاد بنده هستی. خواهش میکنم. ولی من میخوام اینو بگم واسه بچه 7 8 ساله فکر نمیکنم این کار درست باشه. مثلا ما بیام به شما بگیم آره واسه قطع کردنات مرسی، نمیشه آخه اینو بگی. من حرف شما رو قبول دارم که مثلا میگی آره کوچه بازاری. حالا من یه سوال از شما دارم، اگر به نظر شما مقامات جمهوری اسلامی بیان بگیم آقا این اصلا آهنگ جنتلمن ساسی رو ورداریم، به قول شما مثلا حتی یه ایرادایی هم بهش وارده، خب یه آهنگ شاد اصلا اجازه میدن؟ اصلا در مراسم صبحگاهی بچه‌ها شما باور میکنید که اجازه بدن که یه آهنگ شادی که با آلات موسیقی مورد تایید آقایون هم زده شده بزنن بچه‌ها برقصن، قبول میکنن؟ اصلا بریم موسیقی که مشکل هست. من خودم چون بالاخره دانش آموز بودیم، صبح که بلند میشدیم میرفتیم، اصلا موسیقی باید بذارن که روح و روان آدم شاد بشه. ولی اینکه میاد میگه سکسی و نمیدونم بیا قرش بده، شما روی واژهات بیشتر تاکید دارید. خب بسیار ممنونم، به هر حال نظرشون رو میگن دوستان بیننده که میان. آقای کامران عصاری هم در واقع جدای از این قضیه نبودن، ایشون نظرشون اینه که اون واژه‌هایی که تو این استفاده میشه مناسب نیست، ولی ما بیشتر برنامه راجع به ماهیت شادی در مدارس و در جامعه البته که هم معمولاً باش برخورد شده در واقع داریم صحبت میکنیم. حالا انشالله در ادامه دوستان دیگه هم میان رو خط و بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. بریم سراغ آقای سیامک از ایران که روی خط هستن. درود بر شما آقای سیامک، نظر شما رو میشنویم. چرا این گونه است؟ چرا با شادی حتی کودکان در مدارس به این شکل و با این شدت برخورد میشه؟ با درود، خسته نباشید. اگه اجازه بدی آقای برنامه من شما رو میبینم لذت میبرم واقعا. خواهش میکنم، لطف دارید، خیلی متشکرم. عرضم به حضورتون، من میخوام با زبان خودشون با خودشون صحبت کنم اگه شما اجازه بدید. بفرمایید، اگه مختصر مفیدم باشه مثل همیشه ممنون میشم. ببینید وقتی پدر این مطهری زنده بود ما رو میگه پدران ما خر بودن که از روی آتش میپریدن، این کره خر هم از همون خره. ببخشید من اینجوری صحبت میکنم. حالا اگر این الفاظم به کار نبرین میتونید حرفتون رو با همون در واقع محتوا بزنید، بفرمایید. ببینید شما اجازه بدید به من، وقتی پدر ایشون به پدران ما اهانت میکنه ما هم باید با همون زبان ما اینا صحبت کنیم. اینا زبان انسان سرشون نمیشه که. این علی مطهری همچین خودش رو جا زده که انگار یه آدم ناسیونالیسته، نمیدونم ایران پرسته، در صورتی که پدرش انقدر بیشور بود برگشت آتیش چهارشنبه سوری میگه با هیکلال آنچنانی و آنچنانی میان میدازن. اون وقت اون احمدی که بلند میشه روز عاشورا میره رو آتیش راه میره اونو میگه آدم خوبیه، نمیدونم یه آدم فهمیده یه ایران. اینا درکشون از این مسخره بازی اینه که انسانها رو بخوان به بدبختی بکشونن، بزن سینه زنی بکنن، فلان بکنن. و ملت ما باید بیدار بشن عزیز من، ملت ما واقعا در خواب رفتن. من یاد ندارم در تاریخ اینقدر مردم در خواب باشن. خیلی تشکر بشن. بسیار ممنون آقای سیامک که در برنامه شرکت کردید و نظرتون رو گفتید. بریم سراغ تماس بعدی. خانم فریبا از تهران روی خط هستن. خانم فریبا درود بر شما. آیا شادی تعدادی بچه، رقص و آواز تعدادی بچه در مدرسه انقدر موضوع جدی است که تمام مقامات مسئول باید بهش بپردازن و بخوام باش برخورد کنن؟ سلام، خسته نباشید. سلام، متشکرم. واقعیتش این که این من دوستشم جواب سوال شما رو یه جور دیگه بدم. بفرمایید. یه جور منو غافلگیر کردن، چون همیشه معمولا آخرا صحبت می‌کردم. ولی خب حالا چون یه دفعه شد دیگه بر اساس نوبت شما شد، بفرمایید. اولا میخوام مسئله بگم، تو جمهوری اسلامی سوگواری به شادی ارجح نیست، بلکه این مجالسی که به ظاهر عزاداری اینها دارن تدارک میبینن و روزه و فلان اینا همه مظهر تظاهر و نفاق و ریاست و یه نقابه براشون بر مفاسد اخلاقیشون و اینا میخوان خودشون رو مؤمن و اهل ایمان جلوه بدن. این از این، یعنی اصلا مجالس اینها هیچ مجالس عزاداری سوگواری نیست، یه جور فیلمه، یه جور نمایش تظاهر ایمانه. که من میخوام اینو بگم، تو چه مؤمنیه چه ایمانیه که توشون تجاوز، ربا، قمار، زنا، اختلاس، دروغ، فساد، انواع فحشا رایج رواج داره، اما اینو اسمش میذارن ایمان دیگه. من نمیدونم
دروغ هست، راستی و درستی نیست، صداقت نیست، این چه ایمانیه؟ حالا در چارچوب موضوع برنامه خیلی مختصر به ما جواب بدید خانم فریبا، واقعا به نظر شما کودکان در مدارس به شادی نیاز دارن یا به مراسم سینه‌زنی و عزاداری؟ الان همینو بگم، این مثلا بگم خدمتتون، اتفاقا تو مدارسشون شادن. من خونه پارسال کرایه کرده بودم کوچه مقابل مدرسه، 13 آبان، دهه فجر، ایامای ولادت، سال روز درک حاصل شدن خمینی که حالا نوحه و عزاداری، اونا را بقیه سرودای دهه فجر، صبح که میشد بلندگو بیرون بود، خلاصه اینا شادن اتفاقا، اوا و اقسام ایامای نحس و نکبت دارن که این مکبر آمریکا و ما انقلاب کردیم و ما چنین کردیم و چنان کردیم، نه که خیلی خوب عمل کرده خوبی داشتن، هی پوزش هم میدن، اتفاقا خیلی هم شادن، سرود پخش کردن، مدیر معاون میومد دائم حرف میزد، مثلا کف میزدن، این شادی و سرود ایناست، این اسمشو میذارن میگن شادن. ولی عملا اگه شما بخواید شادی رو معنا کنین، آقا خانه پایبست ویران است، مدارس ما آموزشش چیه که بخواد شاد باشه؟ من بچه خودم رو آی بهرامی اجازه بدید این حرفم بزنم، موقعی که 10-11 ساله شد، الان 17 ساله شد، گفتم اصلا راضی نیستم تو مدارس ایران درس بخونید، فقط ماما برو خوش بگذرون، برو با بچه ها خوش بگذرون، اینا اولا کتاباشون همه منبع و مرجع استفاده و بستن ذهن و مغزه و همه رو کودن میکنن با این کتاب ها و سیستم آموزشیشون، بعد اینا فقط میخوان تحکم کنن، بچه ها رو تو سر خود بدبخت و عاجز و وامانده و درمانده بار بیارن. بهش میگفتم تو اصلا گوش به حرف هیچ کی نده، برو خوش باش، واسه خود خوش بگذرون. بسیار ممنون خانم فریبا، خیلی متشکرم. یه خورده تماسمون هم طولانی تر از همیشه شد، بیننده های زیادی روی خط هستن و ضمن اینکه فایل های صوتی زیادی هم به دستمون رسوندن بیننده های خوبمون، که بریم یه نمونه از این فایل های صوتی رو با هم بشنویم، برمیگردیم و بقیه تلفن ها رو خواهیم گرفت. من نمیدونم جمهوری اسلامی یا هنوز بعد از 40 سال به این درک و فهم نرسیده که رو هر چیزی حساسیت نشون بده مردم میرن 100 برابر بدترش رو انجام میدن، به خاطر اینکه دهنکجی به این آخوندها کرده باشن، یا اینکه به این درک و فهم رسیده و میاد از این استفاده میکنه برای اینکه سطح مطالبات و بحث و افکار ما رو اونقدر بیاره پایین که بیان در مورد یه آهنگ پخش شدن یه آهنگ بحث کنیم. این همه مشکلات وجود داره، این همه فقر و فلاکتی که باعث و بانیش جمهوری اسلامی بوده، ما اینا رو کنار گذاشتیم، ما این در مورد پخش شدن یه آهنگ صحبت میکنیم. بریم سراغ تلفن ها. نفر بعد آقای سهیل از کرمانشاه روی خط هستن. درود بر شما آقای سهیل، نظر شما رو راجع به موضوع برنامه و سوالات برنامه میشنویم. درود بر شما آقای بهرامی. متشکرم. شما گفتین که چرا تو مدارس با شادی مخالفن، شما از کل ایران با شادی مخالفه. اون رهبری که 40 سال پیش اومد، اولین جایی که رفت، از جایی که شروع کرد، از گورستان شروع کرد. کسی که از گورستان شروع کنه نمیخواد که آخرش بشه گل و بلبل، آخرش هم میشه این. بعد میرین نگاه کنین تقویم ایران رو نگاه کنین، ایام فاطمیه، محرم، عاشورا، اربعین، نمیدونم وفات، رحلت، فلان فلان، همش عزاداری 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 عزاداری. اینا کلن با شادی مخالفن و میگن که راه رسیدن به خدا و بهشت و اینا همش با عزاداری و گریه و از این چیز جور چیز هست. حالا یه سوال آقای سهیل، به نظر شما کودکی، حالا ما داریم راجبه بیشتر راجبه مدرسه و کودکان و شادی اونها صحبت میکنیم، کودکی که در دوران کودکی و در دوران مدرسه شادی رو تجربه نکنه ممکنه چه آثار بدی تو زندگیش به جای بگذاره؟ آقای بهرامی عزیز، این خودتون که میدونی از لحاظ روانشناسی این میشه یه عقده براش، عقده‌ای که میشه بعد در وقتی بزرگ شد این عقده رو با یه جوری از خودش دور کنه. حالا میبینی یه اتفاق بد، یه اتفاق ناخوشایندی براش بیام پیش میاد به خاطر این که عقده هاش اون دوران خالی نکرده، یعنی این که مثل ما عقده بار اومده دهه 60 و 70 عقده ای که هیچ شادی به خودشون ندیدن تو کل زندگیشون. بسیار متشکرم، ممنونم آقای سهیل از کرمانشاه که روی خط برنامه ما آمدید و نظرتون رو گفتید. بریم سراغ تماس بعدی. آقای مهدیار از رشت هستند. درود بر شما آقای مهدیار، شما بفرمایید که در واقع نظرتون چیه؟ آیا شادی چرا در ایران انقدر جلوش گرفته میشه و سوگواری در واقع بیشتر ترویج میشه؟
آقای مهدیار. الو. بفرمایید آقای مهدیار، صدای شما رو داریم. نباشید. متشکرم. خواستم بگم واقعا باعث خجالتی که این حکومت حتی از رفت و دختر بچه‌های دبستانی و راهنمایی هم نمیگذره. و من چند وقت پیش کلیپی دیدم تو یکی از مدارس 30 تا دختر بچه‌های کوچیک رو جمع کرده بودن تو راهروی مدرسه، آهنگ نوحه سینه‌زنی گذاشته بودن. بچه‌ها رو وادار کرده بودن که عزاداری کنن و سینه بزنن در جواب به شادی و رقص بچه‌ها در بعضی از مدارس دیسپکت. واقعا این چه کاری آخه؟ شما از رقص شادی بچه‌های دبستانی هم می‌ترسید؟ دیگه سر بذارید بمیرید دیگه آقا، شادی نکنید. نرفتیم خنده نکنیم، نمیدونم لباس تنگ نپوشید، موهاتون بیرون نکنید چون اسلام در خطر. یهو بگید دیگه نفس نکشید دیگه راحت. با رقص مشکل دارم، با شادی مشکل دارم، با خوردن آشامیدن مشکل دارم، با پوشش مشکل دارم، با فضای مجازی مشکل دارم، با اعتراض کردن مشکل دارم. شما بگید با چی مشکل ندارید، ما همون کارو کنیم. متشکرم از شما. بسیار ممنون آقای مهدیار که همیشه مختصر و مفید و نظراتشون رو میگن و به پایان میرسونن. بریم سراغ تماس بعدی. آقای بیات از تهران روی خط هستن. آقای بیات درود بر شما، شما رو نظرتون چیه راجع به موضوع برنامه و اساساً آیا اینا هدفمنده؟ چرا شادی رو سرکوب میکنن و چرا سوگواری رو ترویج میکنن؟ سلام و درود به شما، دستن در کاراتون. متشکرم. حتی آقای برامین و آهنگ ساسی رو تو خیابونه همه گوش کردن، تمام بچه ایران هم بلدن، چون خوششون آدمی که بازارم که من هستم میبینم میخونن، تا آهنگش میاد یا یه رقصی میکنه یا میخونم. اونتا چون اینا جلوی شادی رو گرفتن، یه جا که خوشی میبینن این بچه ها خودشون در میدن، ولی یه نوعه شاد هم بذارن شاید اونا بر همون نوعه هم برخصن. اما من بچه بیا خودم یادمه، خانم معلم ما رو میبود پای تختی نگو وقت خالیمون میگو بیاد بیا این یکی بود یکی نبود ایرج بخون که آقای فردین خونده بود، من میمادم میخوندم خیلی هم خوشحال، چقدر هم انرژی میگرفتیم برای چیز آفتایم های بعدش، متوجه؟ خیلی خوب بود. موسیقی تو خون انسانه، تو واسه یه بچه خونداغی موسیقی بذارن شاید حالش به چیز عوض بشه، اما اینا نمیدونن دیگه. حالا من با چه زبونی بگم نمیدونم، اما میدونن که من به موسیقی دارم زندگی میکنم. الان شما شب کنم به موسیقی زندگی میکنم، اون که بچه خب بذار حالش کنه. بسیار ممنون آقای بیات، خیلی متشکر که حالا اومدید خاطره جالبم تعریف کردید. و ولی واقعا اینو فراموش نکنیم که بچه ها نیاز به آرامش، نیاز به شادی دارن و این شادی باعث میشه که روحشون در واقع تمیزتر باشه تا غم و قصه و عزاداری و اینا بیشتر روح خراش میده. و حالا به قول معروف اصلا آدم وقتی نگاه میکنه میگه یک همچین در واقع نگاهی به موسیقی و شادی کمتر دیده شده، یعنی طالبان و داعش در واقع این کارو میکنن، خب جمهوری اسلامی هم انجام میده، اگرچه حالا به قول معروف کمتر، یعنی تقریبا میشه گفت هیچ کاری نیست که داعش و طالبان انجام داده باشن و جمهوری اسلامی انجام نداده، حالا چه بسا چند تا بیشتر هم انجام داده. بریم سراغ یک فایل صوتی رو با هم بشنویم، برمیگردیم و ادامه تلفن ها رو میگیریم. شادی کودکان در مدارس، به نظر من این حق طبیعی و ذاتی کودک هستش که در دوران کودکی خودش بتونه شادی بکنه. ما بیاییم اینا رو در واقع محدود بکنیم، اینه اثراتش در بزرگسالی میگذاره و میشه اون چیزی که نباید بشه. بنابراین از نظر بنده خوشحالی و رقص و پایکوبی کودک جزء ذات اونا هستش و نباید اونا رو خفه کنیم. حالا این دوستان میان اینا در واقع محدود میکنن، مشکل از جای دیگه است. خب اگر قرار بر این باشه که اینا رو محدود بکنن، راحت بیان زمه بکشن، خیلی چیزهای مهمتر از این رو خفه کنن. اون کسایی که زیاد دارن اصطلاحاً بیت المال رو غارت میکنن، یا کسایی که حالا برای امنیت ما، برای امنیت کشور ما واقعا تهدید هستن، نه اون امنیتی که دوستان و مسئولان ما میگن، امنیتی که اقتصاد جامعه رو به چالش میکشه،
امنیتی که فرهنگ جامعه رو به چالش میکشه رو کنترل کنن. اینکه 4 تا بچه دارن میرخصن و پایکوب میکنن که مشکلی نیست. بریم سراغ تماسای اسکایپی. توی لیست آقای رحیمی نفر اول هستن از ترکیه. آقای رحیمی درود بر شما، میشنویم نظر شما رو راجع به موضوع برنامه امشب. سلام جناب برامی، خسته نباشید. سلام بیننده های عزیز. آقای ترامپ درود بر شرف و غیرت آقای ترامپ. امیدوارم از شما مثل آقای ابراهیم لینکن و جورج واشنگتن در آمریکا به یاد برده بشه. شماها خیلی مرد بزرگی هستی آقای ترامپ. جناب آقای بهرامی بفرمایید، اینجا در ترکیه صبح، اول صبح خونه ما دم مدرسه است. اصلا با موزیک بچه ها میرن سر کلاس، با موزیک ورزش میکنن. اصلا شما اگر بیای اینجا اصلا لذت میبری به این مدرسه نگاه بکنی که چقدر این بچه ها انرژی دارن. جمهوری اسلامی از زمان شاه تجربه داره، دید مردم خوشحالن. زمان شاه خوشحال بودن، تغذیه رایگان بود، دلار 7 تومن بود. گفت مردم رفتن تو خیابونا شعار دادن، فوش شاه دادن، بیرونش کردن. اینها دیگه نمیخوان اون اشتباه شاه تکرار بکنن، میگن بذار مردم توی عذاب باشن، مردم توی شکنجه باشن، مردم توی زجر باشن تا ما بتونیم حکومت بکنیم. مطهری، بابای همین مطهری، آدم کلاهبرداری بود. تمام صحبتای کانت و دکارت و هابز و الگو برداری کرد، اومد کتاب نوشت. این پسرش هم مثل خودشه. اینها اصلا با شادی مردم، با ای که مردم خوشحال باشن، با ای که مردم نشاط داشته باشن، شادی داشته باشن، اینها مخالفن. یک زمانی رفسنجانی داخل خطبه‌های نماز جمعه عربده کشی میکرد برای آمریکا، میگفتش که کلید خلیج فارس دست ماست، اگر آمریکا تکون بخوره ما فشارش میدیم. حالا اگر راست میگی، حالا اگر مردین، حالا اگر شرف دارین، الان برای آمریکا گربه رخصونی در بیاریم. حالا چون میخوایم آقای رحیمی، میخوایم از موضوع برنامه هم خارج نشیم، ممنونم که اومدید روی خط و نظرتون رو فرمودید. بریم سراغ تلفن بعدی. خانم مهناز از تهران هستن. خانم مهناز نظر شما چیست؟ شادی جلوش گرفته میشه و غم و اندوه و سوگواری ترویج میشه. بله صداتون هم ضعیفه، یه خورده به تلفن نزدیکتر بشید. بله بخواهش میکنم. ببینید انسان اصلا این چیز پروازه بین همه دنیا، اینو میدونید انسان نیاز داره به این که نشاط داشته باشه، یه چیز باعث شادی روحش بشه. بالاخره اگر انسان روحش شاد باشه، جسمش هم توانایی و قدرتمند میشه، میتونه خیلی با مشکلات راحت تر کنار بیاد. اینو مثلا اینو بهانه کردن، میگن که در دین اسلام مثلا این آهنگ و موسیقی حرامه. من همینو میخوام بدونم که آقایون بگن کدوم سوره قرآن نوشته که آهنگ و موسیقی حرام. اینو اولا بگن، بعد از اون اگر راست میگن آهنگای یا بول معروف متنایی هستش که خب برای بزرگترها بهتره تا اینکه بچه‌ها بخونن، خب خودشون خط بدن، خودشون یک برنامه برای شادی بچه ها بذارن، به بچه ها کمک کنن که چند روز در صاف واقع شاد باشن، بتونن اصلا یک جلسه داشته باشن، حتی چی بزرگ چی کوچیک فرق نمی کنه، جلسات شادی در مدارس بذارن، بچه ها اصلا با لباس فاخر برن بذارن. این نشاط تو وجود بچه ها، این خودنمایی برای بچه لازمه، برای حتی زنهای هم لازمه، حتی آقایون لازمه. یعنی انسان نیاز داره به این چیزا. بله. بذارن این خودنمایی رو بکنن، این بچه ها تو جلسات عمومی در بیان، اجتماعی تر بشن. خب اگر اینجوری باشه، این بچه با یک روحیه بهتر بزرگ میشه و وقتی بزرگ میشه میتونه راحت‌تر با مشکلات کنار بیاد. خب یک مسئله دیگه هم که هستش برای بچه ها، بچه‌های ما الان با این جوی که تو کشور حاکم است، بزرگان روحیه ندارن،
بچه های اون وقت بزرگا رو میبینن، تو خانواده ها سختی ها رو میبینن، خانواده ها میبینن دیگه، به نظر اون روحیه ندارن دیگه. باید این دولت ما واقعا که دلسوز ملت هست، سعی کنیم مردم رو با نشاط بار بیاره تا اینا بتونن راحت‌تر به قول معروف توی زندگی با این برنامه‌ها که الان اتفاقاتی که داره دور فرو میفته و از مردم تا میگه لالا انتظار دارن که در صحنه باشن. ما همون سربازمون، همون پاسدارمون، همون بسیجی و ارتشمون، بالاخره اگر روحیه نداشته باشه چی به درد بخوره. درسته، ممنونم خانم مهناز، یه خورده طولانی هم شد ولی متشکرم که اومدید و نظرتون رو جامع و کامل فرمودید. بریم سراغ تلفن، فکر میکنم که یه تلفن دیگه برسیم بگیریم که نفر بعدی آقای علی هستن از ایران. آقای علی درود بر شما، نظر شما رو میشنویم راجع به موضوع برنامه. بله ممنون از فرصتی که بهم دادین. خواهش می‌کنم. ببینین آقای بهرامی، اینا سعید توسی‌ها رو می‌خوام برای اهدافی که در نظر دارم. اینا فکر نکنم برای بچه های ما شادی بخوان، و تا زمانی هم که اینا هستن این مشکلات هستش، کمتر که نمیشه، بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. ممنون از فرصت بینده. متشکرم، خیلی مختصر و مفید. پس میرسیم یه تلفن دیگه هم بگیریم. آقای احمد از تهران نفر بعد روی خط هستن. آقای احمد شما هم خلاصه و مفید بفرمایید که نظرتون چیه راجع به موضوع برنامه. آقا سلامت کردم. سلام باشم، متشکرم. ببینید جلوگیری شادی مردم تازگی نداره. من تونتون میگم چه انسانی که مردم رو غمگین به عزادار نگردشتن، مردمی که شاد نباشن افسردگی میگیره. رژیم همین رو میخواد، جنگ 8 ساله ساختگی، یا مدافعین حرم که جوانان کشور رو به کشتن نابودی بدن، یا معتاد کنن که همه سربزیر باشن تا این رژیم صفار که جنایتکار کارهای کسی بخونه چه ادامه بده. یک موضوع خیلی مهم، ببینید اینا سنگ اسلام خیلی به سینه میزنن. ببینید ماه رمضان اینا یک روز عقب انداختن به خاطر اینکه سال روز به درک واسه شدن جادوگر زمان خمینی ملعون بود، مصادف بود با عید فطر میشد که مردم شاد نباشن. اینها به خدا دهنگرجی میکنن تا چه رسه به انسانها و شادی انسانها. اینها همه جا جنایت کردن و خواهند کرد. مردم خودشون باید دست از سینه زنی بردارن، قیام کنن علیه این خرافات، قیام کنن، آزاد بشن تا همیشه شاد شادی کنن، تا همیشه شاد باشن. تا اینها هستن شادی نیست. ممنونم از لطف شما، متشکرم، خیلی ممنون. این دو تا تلفن آخرمون خوشبختانه کوتاه و مختصر بود. اگر بتونیم من از دوستان خواهش می‌کنم، آقای جمشید از تهران. آقای جمشید در حد 1 دقیقه و 30 ثانیه نظرتون رو بفرمایید. آقای برمی، سلام علیکم. آقای این حکومت یه حکومت دیکتاتوری اسلامیه، به هیچ عنوان قبول نمیکنه. این حکومت فقط باید با یه ضربت نظامی مردم بریزن خیابون این رژیم رو سرنگون کنن، هیچ راه دیگه هم نداره. پس تنها راه رو شما فقط همین میدونید؟ بله، باید مردم باید قیام کنن بریزن بیرون، هیچ راه دیگه نداره. اینو مخالف شادی هن. چون دیکتاتور اسلامی هن. همه رو میکشن، سنه کشه به جمعی هم تا دلت بخواد دارن. بسیار متشکر آقای جمشید از تهران که شما هم اومدید در برنامه مشارکت کردید. اما متشکرم از شما. اما خدمت شما در این لحظات پایانی برنامه عرض بکنم که واقعا جای تعجب داره در قرن 21، در جایی که تقریبا الان علم روانشناسی میگه که بچه ها از کودکی باید در محیط های شاد، محیط های مفرح بزرگ بشن تا این رشد خوبی داشته باشن، رشد ذهنی و مغزی خوبی داشته باشن، رشد شخصیتی خوبی داشته باشن. متاسفانه البته اینو بگم، در جامعه ایران مردم منتظر دستور حکومت نیستن. خوشبختانه در 40 سال گذشته مردم شادی هاشون رو برای خودشون، فرزندانشون فراهم میکنن. برای همین هم هست که شما در مدرسه آهنگ جنتلمن ساسی رو که روشن میکنه معلم یا حالا هر کسی، تمام بچه ها کلمه به کلمه اون رو بلدن، نه اون آهنگ رو، هر آهنگ دیگه رو. یا آهنگ شاد شما رو بذارید همه بچه ها همزمان میخونن باهاش. پس مردم دنبال شادی های خودشون هستن، اما این نگاه حکومتی به شادی که با اون مخالفه و آقای وزیر میاد 3 نفر رو کارگروه تعیین میکنه که برید پیدا کنید مدارس رو به شدت باشون برخورد کنید، مدیر مدرسه رو اخراج کنید، معلم رو فلان کنید و همان کنید. واقعا کمی بیاندیشیم که طالبان هم همین کار رو میکرد، داعش هم همین کار رو میکنه. حداقل یعنی اگر این کارا رو میکنید مثل طالبان و داعش سرتون رو بالا بگیرید و بگید که این همینه که هست. ولی معمولا میان در لفافه یه جوری میپیچونن که خیلی مدرن و خیلی چیز ظاهرا قانونی به نظر بیاد، ولی واقعا این یک چیزی که باور کردنی نیست در این دنیای امروز در قرن 21. خیلی متشکرم که با ما همراه بودید. شب و روزتون خوش و بدرود.
این صدای آمریکاست.